سلام به همه دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ به کانال بوشفک خیلی خیلی خوش اومدین. من عسل هستم و امروز میخوام در مورد یه سریالی باهاتون صحبت کنم که دهه 60 نیست. این سریال تو دهه 70 پخش شد اما جز به یکی از موندگارترین خاطرهای بچه های دهه 60 شد. پخش این سریال یکی از ستمهایی بود که به بچه های دهه 60 و 70 شد و تقریبا تبدیل شده بود به کابوس همه بچه های دهه 60. سریال کارتونی سمندون، کیا یادشونه؟ به تلویزیون نگاه کن، تعجب کن، بیشتر، 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 بیشتر. مجموعه سمندون به نویسندگی و کارگردانی آقای ناصر هاشمی تو سال 1373 تولید و سال 1374 از تلویزیون ایران پخش شد. داستان فیلم در مورد یه بچه غول 2000 ساله به نام سمندونه که تو زیرزمین یه خونه قدیمی زندگی میکنه. این سریال همونقدر که سری پرطرفدار شد، همونقدرم با انتقادات خیلی زیادی روبرو شد، چرا که مخاطب اصلی این سریال نوجوانا بودن ولی ژانر فیلم مناسب کودک و نوجوان نبود. تو این سریال بیشتر صحنه‌ها وحشت رو به مخاطب القا می‌کرد. این قضیه مورد انتقاد مدیران صدا و سیما قرار گرفت و در نهایت کارگردان فیلم از ساخت و ادامه این فیلم منصرف شد. داستان این سریال در مورد یه بچه غول به نام سمندونه که تو زیرزمین خونه قدیمی آقای احمدی و همسرش زندگی میکنه. تو منزل آقا و خانم احمدی یه زیرزمین اسرارآمیز وجود داره که برادرزاده خانم احمدی میخواد از اون استفاده کنه. پسر جوونی تو اتاق کوچکی از یه خونه قدیمی به اتفاق عمه و شوهر عمش زندگی میکنه. اون درخواست میکنه که اتاق دیگه تو زیرزمین خونه هم در اختیارش بذارن. عمش معتقده اون زیرزمین مورد نظر یه محل جادو شده است و تلاش میکنه اونو از این درخواست منصرف کنه اما موفق نمیشه. اون پسر بعد از اینکه به زیرزمین پا میذاره متوجه میشه که یه بچه دیو 2000 ساله اونجا زندگی میکنه و در انتظار رسیدن مادرشه. جالبه بدونین مکانی که این سریال تو اون فیلم برداری شده منزل میرزا آقا خان نوری بوده که بعد از این سریال تو فیلم های متعدد دیگه ای هم مورد استفاده قرار گرفته. دوستان پیشنهاد میکنم که این سریال خیلی خیلی جذاب و حتما دنبال کنین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین چنل منو، اگه دوست داشتین سابسکرایب کنین و خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها به هم بگین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. احمدی